هر نفس که از سینه می آید برون، شکر آن زاداد می باید حضور. چرخ گردون سیرها دارد بسی، آب برآرد یک نفس از دل کسی. چرخ گردون سیرها دارد بسی، تا برآرد یک نفس از دل کسی. هیچ کس را شکر او ناید زدن، چون به هر شکریش شکری واجب است. خواهی بگی شکر خدا سلامتم، همین توفیق شکر نعمت یه شکر دیگه میخواد، اون شکر شکر دیگر ادامه داره، مثل دانه های زنجیر هر شکر شکر دیگری میطلبد. دست لطفش لال رویاند ز سن، شاخ شاخ قنچه قنچه رنگ رنگ، رام شد از امر آن رب جلیل، آب بر موسی و آتش بر خلیل، آب را تسخیر موسی می کند، روح را تسلیم عیسی می کند، دست حکمش از ازل تقسیم کرد، بر سلیمان ملک و بر ایوب دست، کلک صنع او محمد آفرین، کلک صنع او محمد صلى علی محمد آل محمد آفرید چارده روح مجرد آفرید، آرده آینه حق قل یه
یقین 14 معصوم معصوم آفرین هر دای غیب را انداخته 14 تصویر از خود ساخته 14 تن 14 روح حیات 14 یم 14 خضر نجات 14 روشنگر گیتی فروز 14 قرآن ناخوانده هنوز 14 تصویر از حق ساخته 14 فلک به آب انداخته چه مقامی دارند این 14 نفر بخونید تو زیارت جامعه کبیره به کن فتح الله آغاز از شما کرد خدا و بکم یختم پایان هر چیز از شما یا اهل بیت پیغمبر به ابی انتم و امی و مالی و نفسی و اسرتی انشالله یه هفته ای باشه اونم ایام فاطمیه صبح ها پله های بقی رو با هم بالا بریم کنار قبر مظلوم ترین فرزندان پیغمبر 4 امام غریب بقی اونجا براتون ناهیه بخونم اونجا براتون جامعه بخونم مقابل قبورشون السلام علیکم یا اهل بیت النبوه گرچه از یک قبض خاکم آفرید روح خود را در تن پاکم دمید گر کسی پرسد ز من آن روح چیست باش گویم مهر مولایم علی های تکرار کنم همه دستای راستمونو بالا میاریم نام امیرالمؤمنین رو با همه اعضا و جوارحمون ببریم پیغمبر فرمود هر کی محبت پسر عموم علی رو در سینه احساس کرد خدا رو شکر کنه برای نعمت اول عرض کردن کدام نعمت منظور شماست دو تا کلمه فرمود طیب الولاده اونی که محبت علی رو داره حلال زاده است به شکر این حلال زادگی به جای اون پدر و مادری که وقتی میخواستی بلند چی گفتن بگو یا علی یا بلند همه شونو شریک فیض کنید اونایی که میخوان دست بیعت به علی بدن یا علی گر کسی پرسد ز من آن روح چیست فاش گویم مهر مولایم علی یا علی یا علی
خودش میگه خدایا تو نجف بگه یا علی، اون رو ایوان طلا بیسته و بگه یا علی، دست به ذریح آقا بگیره و بگه یا علی. مهر حیدر در تن و جان من است، مهر حیدر بهتر از جان من است، مهر حیدر دستگیر عالم است، مهر حیدر ریسمان محکم است، مهر حیدر ای بیت تو خیلی دوست دارم، مهر حیدر گوهری بس قیمتی است، زر اتمم تو علیکم نعمتی است یا علی. از کجا عاشق علی شدی؟ این از یه شعر دیگه است، بارها بشنیدم از این و آن، کودکی بودم ضعیف و ناتوان، نی به غیر از گریه کاری داشتم، نی زبانی غیر زاری داشتم، مادرم از روی مهر مادری کرد بر من از دل و جان یاوری، بوده شب بیدار بالای سرم، گشته چون پروانه گرد بسترم، فارغ از هر اضطرابم کرده است، چون شدم بیدار خوابم کرده است، باده از خم قدیرم داده است، یا علی گفت است و شیرم داده است، یا علی گفت است و شیرم داده است. نتیجه چی شده؟ زانویم قوت ز شیر او گرفت، عضو عضو پیکرم نیرو گرفت، خواستم آیم برون از جای خود، ایستم چون خلق روی پای خود، لیک اینقدرم توان در تن نبود، سخت بود این کار، کار من نبود، ناله سر دادم که آید مادرم، بازگردد از محبت یاورم، ها شنید آن ناله و فریاد من، مادرم آمد به استمداد من، گفت یاری جوی از مولا علی، اگه میخوای یا علی بگی تو این مصرع با دست باز با صدای رسا بگو، گفت یاری جوی از مولا علی، چه کنم روی پا برخیز و برگو یا علی. زمر مادر یاری از او خواستم، یا علی گفتم ز جا برخواستم، هستم زن لحظه
پیمان با علی، بر لبم گل کرده ذکر یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. هر کی میخواد دستش تو دست خدا باشه دستشو بیاره بالا. یا علی، علی ید الله مردم، یا علی، 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 یا علی. نمیدونم چرا اما به دلم افتاد جمله رو براتون عرض کنم. خودم الان تو حال و هوای نجفم، خرم خودم رو روبروی ایوان طلای امیرالمؤمنین میبینم. علی جانم در چه دوری به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحا. هرکی الان وارد حرم امیرالمؤمنین شده میتونه با من بگه السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیرالمؤمنین، به ابی انت و امی یا امام المتقین، السلام علیک یا میزان الامر. علی، علی، علی. زید نساج کوفی امشب که با یا علی گفتن دلاتون آماده شده، به تعبیر عامیانه چمدوناتون رو بستید، را بیافتید به سمت نجف. اذن دخول عشق امشب تو این مجلس. زید نساج کوفی میگه یه همسایه ای داشتم جمعه ها ناپدید میشد، خبرش نبود. یه روز بهش گفتم جمعه ها کجایی؟ گفت من هر جمعه میرم نجف زیارت امیرالمؤمنین. گفتم این جمعه منم، خبر کن با هم بریم. منتظر شدم نیومد، رفتم دم در خونهش، همسرش گفت رفته به سمت نجف. گفتم عجب، قرار بود سراغ من میاد با هم بریم. گفت لابد فراموش شده، اما تازه رفته، بری به او میرسی. اومدم بیرون کوفه، دیدم کنار چاه پیراهن از تن بیرون کرده، آره آب میکشه غسل زیارت کنه. یه وقت نگاه کردم دیدم رو دوشش جای جراحت شمشیری هست، کهنه است این نیزم. صداش زدم تا صدای منو شنید، پیراهن رو جای زخم انداخت، اون رو پنهان کرد. گفتم عجب نیومدی؟ گفت فراموشم شد. الان قصد کردیم به سمت حرم امیرالمؤمنین، قدم برداشتیم، انشاءالله با هم بریم. خدا میدونه چقدر دلم تنگه برای حرمت بود. خیلی به من دل بده، انقدر دوست دارم مجلسایی رو که مردم تو روشنایی گریه میکنن.
اونم با صدا عشقای هم دیگر رو میبینم. یه نگاه به چهره بغل دستیاتون بیندازید، نفر چپ نفر راست، تماشا کن تو صورتش، قیافشو به خاطر بسپار. یه فردای قیامت میبردنت سمت آتش جهنم، به بغل دستیت بگو اگه وضع منو دیدی که بده دارن میبرنم، بگو یا علی این عاشق تو بود، من دیدم شاهدم به عشق تو چی میکن. تو مجلس ها همیشه با بغل دستیاتون دست بدین، دیده بوسی کنید، قیافه های همدیگر رو به خاطر بسپرید. یه محکمه ای داره خدا روز قیامت، اون وقت که دوتا شاهد پیدا کنید که بگن من وقتی میگفتم یا علی بدنم میلرزی، یا علی گفتم این زخم چیه رو کتف تو، تو فکر فرو رفت جواب نداد، گفتم اگه میخوای نگی نگو، گفت بهت میگم به دو دلیل، اول این که عقیدت به صاحب این قبر زیادتر بشه، دوم یه شرطه که تا من زنده ام قصه منو برای کسی بازگو نکن. گفتم بگو، گفت ما چند تا جوان بودیم، گفت ما چند تا جوان بودیم گناهکار، اهل همه فسق و فجور، هر هفته جمع می شدیم خونه یکی از این گروه چند نفره، بساط عیش و نوش و گناه. یه هفته نوبت من بود، به عیالم گفتم فردا شب مهمون دارم، تدارک قضا ببین. گفت چیزی تو خونه نداریم، گفتم پس شمشیر منو بیار، شمشیرو برداشتم اومدم بیرون کوفه، یه جا پنهان شدم، گفتم ره گذری بیاد بره جلوی او رو ببندم، اموالشو سرقت کنم. یه نم نم باران میبارید، یه وقت از دور دیدم دو نفر دارن میان، رعد و برق میزد، دیدم دو تا زنن، یه زن جوان یه پیر زن ضعیف. خیلی خوشحال شدم، گفتم هر زنی زیور داره جواهر داره، از طرفی هم تنها تو برق شمشیرم رو ببینن تسلیم میشه. جلو اومدن شمشیر رو برهنه کردن، هرچه داشتن گرفتم، اینجا شیطان به سراغم اومد دست به گناه دیگری بزنم. نگاهم به این دختر جوان افتاد، چند قدم به سمت او رفتم، دیدم پیر زن زد جزد، گفای مرد اموالمونو بردی آبرومونو نبرد. این دختر یتیم پدر و مادر نداره، همه کسش زیر این آسمون، من پیر زنم که خالشم، فردا شب شب عروسی این دختره. به من گفته شاید شوهر اجازه نده برم زیارت امیرالمومنین، این شب آخری برو ببر نجف آقامو زیارت کنم. کارش نداشته باش تو رو خدا، مالمون حلاله. اما شیطان تو جلدم رخنه کرده بود، پیرزن هل دادم، چند قدم دیگه به سمت این دختری رفتم که عقب عقب قدم بر می داشت، بدنش مثل بید می لرزید. وقتی دیدم این دختر یه نگاه کرد سمت نجف، گفت یا علی آخه من مهمون تو هم آقا. قربون دلای آمادتون یا قاهرم.
نامدار العجائب یا مرتضا علی. دیدم با امیر المؤمنین حرف میزنه، میگه آقا من این شب آخری گفتم بیام قبر تو رو ببوسم آبرو پیدا کنم، نمیخواستم بین راه کوفه بی آبرو بشم. یا امیر المؤمنین به دادم برس کسی رو ندارم. تو همین حال شنیدم صدای پای میاد، یکی میگه الله اکبر الله اکبر. وقتی دیدم یه آقای مقابلم ایستادن، فرمودی دختر رو رها کن. گفتم اگر بخوای مانع بشی اول تو رو میکشم بعد دست به این عمل میزنم. یه شمشیر حواله کتفم کرد، رو زمین افتادم. اول ای دو تا زن رو برگردان، ای دو تا زن یه نفس راحت کشیدن. گفتن های جوان مد میشه ما رو تا نجف برسونیم، ما ظاهر نصف راه علی هستیم. یا علی جب توی گریا با امیر المؤمنین دردای دل تو بگو، بگو از آقا چی میخواد. یا امیر المؤمنین قربونت برم، امشب از این راه دور ما رو خوب کشوندی سمت حرمت آقا. گفتیدم این آقا یه نگاه به این دوتا زن انداخت، صدا زد میخواید برید نجف زیارت در و دیوار و گنبد و گلدسته یا زیارت خود علی. گفتن ما ظاهر امیر المؤمنین میخواییم باشیم. فرمود من خود علی هم. هر کی منو صدا بزنه به دادش میرسم. یا علی حالا هر کی درد داره خودش میدونه. یا علی یا یا علی یا یا علی درداتو بگو به امیرالمومنین، با اشک چشم، با حال خوش زیر خیمه عزای فاطمه. یا علی یا علی یا علی. حالا یه جمله روزه بخونم برات، زیر این آسمون هر کی گفت یا علی مریض شفا گرفت، هر کی گفت یا علی گره کارش باز شد، هر کی گفت یا علی بارش برداشته شد، هر کی گفت یا علی دلش آرام شد. اما من یه خانومی رو میشناسم تو مدینه گفت یا علی، دیگه از این به بعد زجه میخوام بشنوم. هرچی فاطمه بیشتر گفت یا علی بیشتر زدنه. ای وای ای وای گردیده بود غرفاز همدست با مغیره. تو هرچی بلندتر میگی یا علی بیشتر تحویلت میگیرن. میشنوی چی میگم یا نه؟ هرچی زهرا بلندتر میگفت یا علی محکمتر. نه یه نفر، نه دو نفر، بعضی ها نقل کردن 40 نفر فاطمه. اونی که دلو بیشتر می سوزونه اینه
علی میدید، زینب میدید، حسن و حسین میدیدن. بذار یه بیت شعر خرج اشک چشمت کنم. زینبش گفت مادر در آن ساعت، در آن ساعت، در آن ساعت که در میسوخت، میدانی کجا بودم؟ تو میخوردی کتک، من هم به زیر دست و پا بود. نه نه، هنوز اون ناله‌ای که بعد از جگرت بلند شه بلند نشده. عرض دعای من همین جمله است. حاج اصغر زنجانی از قول شیخ عبدالزهرای کعبی روز خون با صفای عراق میگفتن. گفت شیخ عبدالزهرا رو تو مدینه دیدم روزه میخون. گفت های مردم الله الله الله. گفت یه روز روزه در و دیوار خوردم، روزه کتک زدن به فاطمه رو خوردم، دیدم مردم گریه نکردن. گفتم شاید این حرفا دروغه، شاید بیبی رو با این تفسیر که ما میخونیم نزدن. دیگه نمیخونم. یا زهرا کمک کن من بگم این مردم حقشو ادا کنن. اگه عشقم نداری دلم میخواد تو سینت بزنی، تو پیشونیت بزنی، خیلی سخن حساسه. گفت همون شب فاطمه رو تو خواب دیدم. بی بی فرمود شیخ عبدالزهرا به این مردم بگو نه تنها منو زدن، وقتی اون روز به خونه من حمله کردن بچه ها هم زدن، حسن هم زدن، حسین هم زدن. هر جا نشستی به 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 به، رحمت خدا به این دلها، رحمت خدا به این عشق چشما. دستاتو از سر بالا بیار، سه مرتبه فریاد بزن یا زهرا. مشکلات دوستان کن برطرف، علی علی گوارای وجودتان. امشب که خونه برگشتیم گفتن کجا بودیم، نگیم روزه بودیم، بگیم امیرالمومنین یه شب ما رو برد نجف. شبیه بود راستی که ایوان نجف عجب سفر. الحمدلله ما فقیران بر سر خانه خانده و نخانده مهمان توی. یا علی یا علی